نیو پراجکت از نوع جاوا اپلیکیشن، یک پروژه جاوا در واقع مثال با هم دیگه حل میکنیم. الان بهتون میگم میخوام چیکار کنم. یک جی فریم ایجاد میکنم، روی فرم پروژم راست کلیک میکنم، پروپرتیز میگیرم، در قسمت ران مین کلاس هم ستاپ میکنم، میگم که با کدوم ران بشه، پروژه بیلد، پروژه ران. اوکی، پروژه ران شد. نکته ای که هست این که اگر به درایو سی مراجعه کنم، شاخه سمپل ران، شاخه دیست یه جار فایل دارم، اگر روش دوبار کلیک کنم باز میشه. اوکی، این نکته مهمی نه. اگر برنامه وینرار رو بعد از برنامه‌تون نصب کنیم، هر وقت دوباره کلیک می‌کنین وینرار باز میشه این شکلی. اوپن وید مثلا. وینرار الان تو لیست نیست. وقتی دوباره کلیک می‌کنین وینرار باز میشه، میگه اکستراکتش بکنه. چون شما پسوند جر رو به عنوان چی تشخیص میده؟ فایل زیپ. برمی خاطر که من میتونم راست کلیک کنم روش و بگم اکستراکت تو. فایلمو در واقع آن زیپ می‌کنه توی شاخه. اگر بخوایم این مشکل حل بشه، از یک بچ فایل استفاده میکنیم. یعنی شما اگر میخواین پروژه رو تحویل مشتریتون بدین، اگر جار فایل بدین ممکن هیچ وقت نتونه پروژه رو ران کنه، چرا دوباره کلیک میکنه وین رارش اجرا میشه. من که بهش بگین راست کلیک کن، بگو اوپن وید، بعد بیا تو اینجا جاوا ویچوال ماشین رو انتخاب کن و بعد اوکی کن تا برنامه باز بشه. یه روش دیگه ساختن یک بچ فایله که این بچ فایل بدین شکل ایجاد میشه. یک فایل از نوع تکست میگیرین، اسمش رو میذارین ران نقطه بات. فایل بچ فایلتون رو ادیت میکنی و توش مینویسین جاوا منهای جار ویچوال ماشین رو بچه دارین صدا میزنین، دستی بهش میگین سمپل اندرلاین ران دات جار، اسم فایل جارمون رو بهش میگیم و حالا میبندیمش. از بعد به مشتریتون میگین ران رو اجرا کن. ران که اجرا میکنه برنامه جاواش اجرا میشه. این رو اصولا بذارین که این همه برنامه های جاوا دارن این ران رو، که اگر اجرا نشد اون کار انجام. یه روش دیگه اینه که بیاین یه اپلیکیشن خیلی عادی با از نوع مثلا با سی شارپ بگیرین یا با یک زبانی مثل دلفی بگیرین، حالا مثلا کنسول اپلیکیشن باشه، بعد اسم که هست مثلا اینم ران. و بعد در کنسول اپلیکیشنتون بگین process system.diagnostic.process.start، بازم همون فرمان جاوا و آرگومانهاش منهای جار، اینم مثلا چی بود؟ sample underline run.jar، اینو بیلد کنیم و بعدش هم بگین application.exit. هم اتفاید باید بنویسید نه دیگه هم. از مسیری که پروژه رو نیو کرده بودیم بین دیباگ این اگزه رو کپی کنین در درایو سی تون، شاخه سمپل ران دیست و حالا شخص این اگزه رو اجرا میکنه. اوکی، این شکلی هم مثلا میتونید تا یه حدی مشکلتون رو حل بکنید. برای اینکه تحویل میخوایم بدیم، یه کامندی هم توی در واقع برنامه نویسی هست که اگر ارجاع بدین این پنجره مشکی رنگ رو باز نمیکنه که کاربر اون صفحه رو ببینه. اوکی، استندالون اجرا میشه. من که به احتمالش اینه که از اون برنامه‌ای ساختن در واقع اگزه کننده فایل جار استفاده کنه که اونم کار مهمی رو نمیکنه. یه برنامه با دلفی نوشتن، بعد جار فایل شما رو به عنوان یک ریسورس امبدد میکنه تو فایل اگزه، اگزتون مثلا 10 کیه تا فایل جار 4 مگی میذاره میشه 4 مگ و 10 کیلو. اوکی، مثلا هر مقداری که هست. بعد لحظه که ران میشه اونو اکستراکت میکنه فایل بغل خودش، بعد میگه جاوا منهای جار اجراش میکنه. این از کال کردن برنامه.